سلام دوستان عزیزم همراهان خوب کانال پویت اکادمی رضا هستم در ادامه ی آموزش های فوتوشاپ در خدمتونم و امروز میخوایم بریم یه تکنیک ساده اما جذاب و پرکاربرد و با هم یاد بگیریم ممکنه در یوتیوب تامنیل های مختلف رو دیده باشید که یه همچین سایل رو کار میکنن یعنی یک تیف تابش نور از اطراف رو یه تابش رنگ در اطراف تصویر رو اجرا کردن و براتون سوال پیش اومده که چطور یه همچین کاری رو دارن انجام میدن میخوایم بریم این ویدیو رو با هم یاد بگیریم و ببینیم چطور میشه دو تا نور مختلف رو از دو سمت روی تصویر اجرا کرد و به یه همچین تصویر رسید پس تا انتهای ویدیو لطفا با ما همراه باشین دوستان عزیزم خب دوستان عزیزم من تصویر که میخوام روش کار کنم وارد فوتوشاپ کردم و میخوام ازش استفاده کنم قبلا این تصویر رو در یکی دیگه از ویدیوهایی که در کانال هستش دیده بودین روی تام اون ویدیو این تصویر رو دیدین من دوباره دارم برش میکردونم که ازش استفاده کنیم ویدیویی که در بارش صحبت میکنم رو هم تام نیلش رو در انتهای همین ویدیو میذارم که اگه دوست ببینید خب بریم برای شروع کار ببینیم چی کار باید انجام بدیم اولین کاری که باید بکنیم دوستان عزیزم اینه که دقت داشته باشین لطفا تمام مراحل با من جلو بیاین که اگر سوالی پیش میاد حلش کنیم یعنی از اول یه جوری کار کنیم که سوالی پیش نیاد در اصل به خاطر اینکه مراحل ممکنه ذره سخت بشه البته ترفند ترفند خیلی ساده ای. خیلی سخت نیست و پیچیده نیست و میخوایم بریم باهاش کار کنیم مرحله اول کاری که باید انجام بدیم اینه که دوستان حتما لایه ای که داریم رو بعد از حالت بکراند خارج کنیم و تبدیلش کنیم به یه لایه عمومی اگر با این مسئله آشنا هستین و ویدیو رو دیده باشین میدونین که لایه بکراندمون یه دون قفل کنارش داره اگر روی اون قفل کلیک کنید تبدیل به یک لایه عمومی میشه خب بریم برای شروع کار این پایین در قسم layers این پایین یه آیکونی رو می‌بینید که یک دایره نیم رنگ شده است روش کلیک کنیم یه سری موارد باز میشه دوستان قبلا با این موارد آشنا شدیم در درس‌های قبلی اما الان می‌خوایم بریم سراغ مورد gradient که قبلا هم یاد گرفتین یه gradient ایجاد کنیم یه لایه یه gradient برای ما ایجاد میشه روی صفحه بعد بیایم این قسمت انگل رو بذاریم دوستان روی صفر مگه مستقیم بنویسم به صفر بهتره بذاریمش روی صفر که یک طیف رنگی از چپ به راست برای ما به نمایش در بیاد gradient color همون هم اگه باز کنیم میتونیم بیایم قسمت بیسیک و حتما رنگی رو انتخاب کنیم دوستان که از طیف رنگی به سمت ترانسپرنت به سمت بیرنگی میاد یعنی دو تا طیف رنگی این شکلی نباشه باید یه طیف رنگی باشه که از رنگ به بیرنگی برسه حتما این کاری که انجام دادین دو تا کلید پایین طیف رنگی رو میبینیم کلید سمت راست رو من روش کلیک میکنم این پایین نوشته دیلیت دیلیتش میکنم دوستان عزیز که ما کلا در سمت راست حتی یه لایت رنگی هم نبینیم میایم رنگمون رو اینجا هر جور که دوست داریم هر رنگی که خودمون مدنظرمون نظرمون هستش استفاده میکنیم مثلا من میخوام اینجا رنگ قرمز بذارم یه دو تا, دو تا, کلیک کنم یه دابل کلیک کنم روی این دستگیر رنگی که اینجا هستش برای من کالر پیکر باز میشه من رنگ قرمز رو انتخاب میکنم دکمه اوکی رو میزنم و طیف رنگیمو یه مقدار تغییر حالت میدم ببینید من اینو یه ذره میارم جلوتر بعد این دستگیر بالا رو هم میارم به سمت راست این دستگیر چپ رو هم به سمت چپ میکشم یه جوری باشه که این سافتنس و این نرمی رنگ و طیف زیاد رنگ کم بشه یه مقدار از این حالت خارجش کنیم یه مقدار این قسمت ها رو قرمز کنه و این دکمه کوچولویی هم که این وسط هستش رو من اگه کم و زیاد کنم اون میزان شدت بین دوتا رنگ رو کم و زیاد میکنه این میزان گستردگی رنگ رو کم و زیاد میکنه الان یعنی ببینید گستردگی رنگ بیشتر میشه اگه اینجا بیارمش جایی که رنگ داره تموم میشه یه جوری تیزتر لواش دیگه اینو من یه ذره بذارین بیشتر کنم خوبه در این حد فکر میکنم خب دکمه اوکی رو من میزنم روی این اوکیان کلیک میکنم و میام در مودهای های رنگی که در درس قبل باهاش آشنا در لایرز با حتما باید لایم فعال باشه وقتی کلیک هم فعال شد باید بیام به جای اینکه این آیکون اینجا فعال باشه و حتما روی تیف رنگیمون کلیک کنیم که کادر فعال بودن دورش ظاهر بشه میایم توی مود رنگیمون و مود رنگیمون رو میاریم میذاریم روی کالر من روی کالر قرار میدم میبینید چه تغییری به وجود اومد این حالت نرمالش بود وقتی میام روی کالر قسمت هایی که بکراند اون مشکی میشه رنگش و فقط روی قسمت صورت میفته دوستان حتما باید بکراندی که انتخاب میکنه رنگش تیره باشه تا جایی که ممکنه تیره باشه که یه همچین افکتی رو بتونیم به خوبی اجرا کنین. به خاطر همینه که من بکراند مشکی انتخاب کردم کلا بکراند مشکی دارم که کل رنگ برام حذف کنه در قسمت های تیره بیایم دوباره از قسمت در پنل لیرز کلیک کنیم روی همون آیکونی که قبلا داشتیم مجددا بیایم قسمت گریدینت یه گریدینت دیگه هم ایجاد کنیم این بار دفعه قبل روی انگل صفر بودم این بار میخوام بذارمش روی نقطه مقابلش یعنی منهای 180 درجه میتونیم رو کیبورد هم بنویسین منهای 180 درجه رو و رنگ دیگه رو انتخاب کنیم من رنگ آبی رو میخوام انتخاب کنم خب برای شروع کار دوباره کلیدی که سمت راست داشتیم در پایین سمت راست رو من دیلیت میکنم دکمه دیلیت رو میزنم پاک بشه در کلید سمت چپی دابل کلیک میکنم کالر پیکر که باز شد من این بار رنگ آبی رو میخوام انتخاب کنم یه رنگ آبی هم برای اینجا انتخاب کنیم و اوکی رو میزنم این هم همون کار رو انجام میدیم یه مقدار با این طیف رنگی کار میکنیم که اونجوری که دل اون میخواد روی صورت بیاد یه این مقدار اینو بیشترش کنم که روی قسمت های صورت بتا به رنگ میهم جلوتر اینو هم بیشتر کنیم به خاطر اینکه این طیف این رنگیمون خیلی خشک و تیز نباشه لبه یه مقدار نرمتر باشه روی دکمه اوکی باز کلیک میکنم این رو هم کلیک میکنم اوکیش رو و میایم این رو هم مود رنگیش رو میذاریم روی کالر همونطور که میبینید دوتا رنگ قرمز آبی در دو طرف برای من به نمایش در میاد انگار دوتا نور رنگی از دو طرف داره میتابه روی صورت من باز هم میتونم دابل کلیک کنم روی آیکونی که اینجا هست برگردیم به گریدینت فیل و میتونیم یه این رو جا اینو جابجا کنیم باز رنگ آبی که روی صورت هست میزان و شدتش بیشتر بشه که کار تمیزتر و قشنگتری بگیریم اینو هم اوکی میکنم دوباره تصحیح رنگ میکنیم هر جا که دوست داشتیم رنگ رو تغییر بدین چند تا تکنیک دیگه با چیزهایی که یاد گرفتیم در درس های قبلی مخصوصا با کالر موت که آشنا شدین میتونین طیف های رنگی مختلف یعنی مودهای رنگی مختلف رو اجرا کنین و به یه همچین تصویری میرسیم که ممکنه در فتوشاپ بارها در قسمت های مختلف در تامنیل‌های های یوتیوبرها خیلی دیده باشین یه همچین کاری رو مخصوصا در ویدیوهای بازی‌ها در ارتباط با GTA ای و اینجور ویدیوهایی که میسازن بازی جی تی ای رو وقتی ویدیوهاشو میسازن قسمتایی که مربوط به پلیس و اینا میشه تابش نور آبی و قرمز که چراغ های پلیس هستش روی صورت و بدن افراد و کرکترها از این تکنیک خیلی استفاده میکنن شما اگه دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید. رنگ های دیگه هم میتونین به کار ببرین دیگه فقط قرمز و آبی نیست هر رنگی خودتون مد نظرتونه میتونین داشته باشین حتی میتونیم بریم یه مقدار تغییرات بیشتر اجرا کنیم مثلا اگه من بیام روی لایر لایر که دارم یعنی روی تصویر هستین نه روی گریدینت فیل هایی که دارم روی تصویر اصلی کلیک کنم فعالش کنم میتونم برم از Image ادجاستمنت همونطور که در درس‌های قبلی باهاش آشنا شدیم بیایم روی Hue saturation و ببینیم چه کار دیگه میتونیم اینجا انجام بدیم اگر من هیو رو تغییر بدم رنگ پوستم عوض میشه ببینید من اگه اینو کمش کنم به یه حالت و طیف رنگی میرسیم انگار مثلا صورت رنگ شده دیگه حالت نور نداره روی صورت انگار صورت رو رنگ کردیم با دو تا رنگ مختلف قبلش بود این قبلشه و این بعد از کارمونه یعنی حالت تابش دوتا نور روی صورت رو میتونیم با این تکنیک تبدیلش کنیم به یه حالتی که انگار صورت با دو رنگ قرمز آبی رنگ شده این تکنیک ساده یه کار با uh, gradient fill و color مودمون بود که میتونستیم ازش استفاده کنیم برای اینکه یه همچین حالتی رو به وجود بیاریم دارم یواش یواش میرم سراغ تکنیک ها دوستان عزیز تکنیک هایی که داریم آموزش میدیم در فتوشاپ و در کانون رو بیشتر میکنم چون الان شما بیشتر از 80 85 تا ویدیوی آموزشی فتوشاپ رو از صفر تا صد تا اینجا دیدین با موارد مختلف و دستورات مختلف با ابزارهای مختلف آشنا شدین و الان دیگه میتونیم واقعا دستمون خیلی بازه میتونیم تکنیک های مختلف ها فنون مختلف فتوشاپ رو با هم کار کنیم و یاد بگیریم بیشتر از این کارا میکنم که یه مقدار جلوه قشنگتری هم بگیره یه مقدار فتوشاپ رو متنوعتر تر و جذاب تر یاد بگیریم خب درس همینجا تمام میشه چیز دیگه ای نداره این یه تکنیک ساده بود که راجبش صحبت کردیم در درس های آینده باز هم سراغ تکنیک ها میرم و کارهای جدید و با ابزارها و تکنیک ها و دستوراتی که یاد گرفتیم در فتوشاپ بهتون آموزش میدم مرسی دوستان عزیزم مرسی از همراهیتون با کانال اکادمی ازتون درخواست میکنم لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین ویدیو رو در کانال اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و دکمه نوتیفیکیشن فعال کنین ویدیو ما رو از دست ندین ممنونم از همراهیتون و موفق باشید